توی این ویدیو می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که چرا باید به سازمون روغن بزنیم، هر چند وقت یک بار باید این کار رو انجام بدیم و از چه روغن‌هایی میتونیم استفاده کنیم برای اینکه سازمون رو چرب کنیم و از چه روغن‌هایی نمیتونیم استفاده کنیم و همینطور یاد بگیریم که چجوری اصلا باید این کار رو انجام بدیم. سلام، من حسین مهربانی هستم، نوازنده و مدرس ساز هنگدرام. چند وقت پیش یک کوئسچن باکسی رو توی پیج اینستاگرامم قرار دادم که یکی از دوستان سوالی در رابطه با چرب کردن ساز هنگدرام پرسیده بود. اونجا بود که فهمیدم که درصد بالایی از افراد اصلا نمیدونن که باید ساز هنگدرامشون رو چرب کنن. پس به این نتیجه رسیدم که یه ویدیو تهیه کنم که بتونیم با سوالاتی که تو این زمینه ممکنه برامون پیش بیاد آشنا بشیم و بهشون بپردازیم. خب ما به دو دلیل به سازمون روغن میزنیم. دلیل اول برای جلوگیری از زنگ زدگی سازمون و دلیل دومم برای اینکه جلوگیری کنیم از افت کیفیت صدای سازمون. خب همونطور که میدونید هر فلزی در مجاورت هوا باعث میشه که اکسید بشه و ما برای اینکه جلوگیری کنیم از زنگ زدگی فلزها از روش مختلفی استفاده میکنیم، مثل رنگ زدن فلز، مثل روغن کاری و غیره. هنگ درام هم از فلز ساخته شده و برای جلوگیری از زنگ زدنش توی همون مراحل تولید متریال فولاد از فرایند نیتراسیون استفاده میشه که جلوگیری کنه از زنگ زدن ساز، ولی این به تنهایی کافی نیست و ما برای جلوگیری از زنگ زدن سازمون مجبور هستیم که مرتب سطح سازمون رو چک کنیم خشک نباشه و با روغن اون رو چربش کنیم تا جلوگیری کنیم از زنگ زدنش و فرقی هم نمی‌کنه متریال سازمون فولاد باشه یا استیل. البته این نکته رو هم توی پرانتز بگم که به غیر از متریال فولاد و استیل برندهایی هستن که در حال حاضر دارن با متریال‌های دیگه هم این ساز رو تولید میکنن، برای مثال متریال تیتانیوم که خب از اونجایی که متریال اصلی این ساز نیستش و اطلاعات کاملی در دسترس نیست راجبشون، ترجیح میدم که نظری ندم و اگه سوالی تو این زمینه دارید و میخواید بدونید هر چند وقت یک بار باید سازتون رو چرب کنید اگه سازتون تیتانیوم هست، برید به از خود تولید کننده این ساز بپرسید تا نظر دقیق تری رو بگیرید. و اما علت دیگه‌ای که ما سازمون رو چرب میکنیم، خب همونطور که میدونید اصولا پیش اومده واسه‌تون که بعد از یه مدت کوتاهی از این که سازتون رو تهیه میکنید دیگه کیفیت صدای اولیه سازتون رو نداره سازتون و یه مقدار افت کیفیت، یه مقدار زنگ صدا توی صدای سازتون مشاهده میکنید. خب برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنید بهترین راه استفاده از روغن‌های مخصوص ساز هنگدرام هستش که در ادامه چند نمونه از اونها رو بهتون معرفی میکنم. خب شما برای جلوگیری از زنگ زدن سازتون میتونید از هر روغنی برای این کار استفاده کنید، مثل روغن نارگیل، روغن بدن، مثل روغن بدن های فیروز و حتی روغن صنعتی پارافین. اما خب یه سری روغن ها هم نباید استفاده بشه، مثل روغن بادوم تلخ، مثل روغن زیتون که اینا یه حالت چسبندگی روی سطح سازتون ایجاد میکنن که مانع ساز زدنتون میشه حین اجرا. خب یکی از علتهای دیگه‌ای که وجود داشت برای چرب کردن سازمون این بودش که جلوگیری کنیم از افت کیفیت صدای سازمون و برای این منظور باید فقط از روغن‌های مخصوص هنگدرام استفاده کنیم، روغن‌هایی رو که برای این کار ساخته شدن. در واقع دو نمونه از این روغن‌ها رو من واسه‌تون معرفی می‌کنم. مورد اول روغن فونیکس هستش که جزو بهترین روغن‌های این ساز هستش و مورد دوم روغن OAK که واسهتون لینک خریدش رو که از هنگدرام استور هم میتونید تهیه کنید توی قسمت دسکریپشن قرار میدم که بتونید تهیهش کنید. خب اینکه چند وقت یک بار باید به سازتون روغن بزنید بیشتر برمیگرده به محیط زندگی خودتون و میزان شرجی بودن و رطوبت هوای محیط زندگیتون. هرچی هوا شرجی تر باشه و رطوبت بالاتر باشه خب میزان استفاده از روغنتون هم بیشتر میشه و هرچی هوا خوشتر باشه کمتر نیاز پیدا میکنید که سازتون رو چرب کنید. ولی پیشنهاد خودم این هستش که حتما حداقل هفته یک بار هم که شده سازتون رو با روغن چرب کنید که این باعث میشه که هم سازتون تمیزتر بشه و کیفیت صداش رو حفظ کنه و
ساستین بهتری رو بهتون بده. حالا اگه تو مناطق شهرجه زندگی میکنید، حتی دو روز یک بار هم میتونید به سازتون روغن بزنید، به خاطر اینکه خب شما میرید چک میکنید سازتون رو، میبینید تازه روغن زدید، ولی با این حال باز هم سازتون خشک شده و داره به حالتی که پوسته پوسته میشه نزدیک میشه، و باید تو این شرایط حتما سریعا سازتون رو روغن بزنید که جلوگیری کنید از این اتفاق و زنگ زدنش رو به تاخیر بندازید. این رو هم بگم که فرقی نمیکنه متریالتون نیترایت هستش یا استیل، در هر دو حالت شما نیاز دارید که سازتون رو چرب کنید. حالا استیل کمی مقاومت بیشتری داره، ولی خب استیل هم امکان زنگ زدن داره. خب برای چرب کردن سازتون نیاز دارید به روغن هنگدرام، یه دستمال خشک که جاذب روغن نباشه و روغن رو به خودش جذب نکنه، برای مثال دستمال عینک یا دستمال کاغذی هم حتی میتونید استفاده کنید. چند قطره از روغن رو، 4 تا 5 قطره از روغن رو روی سطح سازتون میتونید بریزید و با یه دستمال اون رو روی سطح سازتون پخش کنید. فقط باید مراقب باشید که روغن به لبه های سازتون نفوذ پیدا نکنه و اون قسمتی که دو تا صفحه ساز به هم دیگه چسبیدن نفوذ پیدا نکنه که باعث بشه چسب ساز از هم دیگه باز بشه و سازتون آسیب ببینه. روی سطح ساز رو به صورت کامل و داخل تمام نوت ها و دیمپل ها رو کاملا چرب میکنید و بعد از اون ساز رو برمیگردونید و قسمت زیرینش رو هم چرب میکنید. باید حواستون باشه توی حفره‌ای که زیر سازتون هستش هم روغنی وارد نشه. در واقع فقط سطح رویی و سطح زیری سازتونه که باید چرب بشه، نه قسمت های دیگه. در ادامه با هم میبینیم که چجوری باید این کار رو انجام بدیم. خب خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. حتما اگه سوالی تو این زمینه دارید توی قسمت کامنت ها برام بنویسید، و یا اگه میخواید راجع به موضوع خاصی ویدیو تهیه بشه که قبلا توی کانال گذاشته نشده حتما بهم اطلاع بدید. همینطور میتونید آهنگای درخواستی که دارید که آموزشش گذاشته بشه رو برام بنویسید که من بدونم چه آهنگای مد نظرتون هستش که اونها رو به مرور توی کانال قرار بدم. موفق باشید.